ممکنه ما فکر کنیم که تا حدودی با تاریخ آشنایی داریم، اما هر از چندگاهی یافته‌های جدیدی پیدا میشن که باورهای معمول ما رو به چالش میکشن. با ما همراه باشید چون میخواییم نگاهی به 8 اکتشاف بکنیم که ممکنه باعث بشن در مورد تاریخ تجدید نظر کنید. شماره 8، نقشه اسرارآمیز پیری ریس. پیری ریس یک دریا سالار، جغرافیدان و نقشه‌نگار ترک در قرن 16 بود که در دریاهای آزاد دریانوردی کرده است. هنگامی که در امپراتوری عثمانی خدمت می‌کرد، طی بسیاری از سفرهایش او بیشتر خطوط ساحلی مکانهایی را که می‌دید رسم کرده بود و در سال 1920 یکی از نقشه‌های او کشف شد که به طور دقیق ساحل شرقی آمریکای جنوبی، ساحل غربی آفریقا و ساحل شمالی قطب جنوب را ترسیم کرده است. اما آنچه همچنان در اسرار مانده، شیوه است که با آن سواحل قطب جنوب را ترسیم کرده است. در آن زمان، فناوری در دسترس در سطحی نبود که بتوان به خوبی خطوط ساحلی قاره را رسم کرد. سوال این است که چگونه آنها توانستند با این دقت خطوط ساحلی قطب جنوب را رسم کنند؟ آیا ممکن است پیر ریس در واقع دانشمند بزرگی بوده که در کوشش یک دریانورد خودش را پنهان کرده باشد؟ شماره 7، وایکینگ ها با بومیان آمریکا ارتباط برقرار می کردند. بحث های زیادی در مورد اینکه واقعا چه کسی نخستین بار آمریکا را کشف کرد صورت گرفته، اما همه اونها بدون در نظر گرفتن وایکینگ های اهل ایسلند بوده که تحت رهبری لیف اریکسون بودند. اونا دنیای جدید را 500 سال قبل از کریستوف کولوم کشف کرده بودند. از زمان وایکینگ ها داستان هایی طولانی نقل شده در مورد سرزمین‌های شمالی و دوردست غربی که اونها به اون وینلند می‌گفتند. این با کشف بسیاری از آثار استقرار وایکینگ‌ها در کانادای امروزی تقویت شده. همچنین ثابت شده که مراودات قابل توجهی میان وایکینگ‌ها و مردم بومی اون زمان وجود داشته و ارتباط اونها تنها در میان خودشون نبوده. The logical explanation is that the Vikings could have brought at least one Native American woman back home. Number 6. شماره 6. در می 2012 یک گروه از کاوشگران یک شاخ جلویی دایناسور رو در داسون کانتی مونتانا از زمین درآوردند که متعلق به یک دایناسور سه شاخه. حالا به طور طبیعی در میان همه باستانشناسان و فسیلشناسان از قدیم به صورت سنتی این اعتقاد وجود داشته که دایناسورها بنابر علم بیش از 65 میلیون سال پیش میزیستند. در حقیقت این کشف تئوری جدیدی رو تقویت میکنه که انسانهای نخستین در هزاران سال پیش احتمالاً در کنار تمساح‌های قولاسا زندگی می‌کردند. استخون‌های دایناسورها اغلب موضوع تاریخ‌یابی نبوده، زیرا این پروسه تعیین تاریخ تنها برای اشیایی که تخمین زده می‌شده تا 55 هزار سال پیش وجود داشتند معتبر بوده، در حالی که بنابر علم اعتقاد بر این بوده که دایناسورها بسیار قدیمی‌تر از اون بودند. به هر حال بسیاری از فسیل‌شناسان با ایده تعیین تاریخ مخالفند و به جای اون همچنان علاقه مندن بر اطلاعاتی که دارن تکیه کنند. شماره 5، در سال 2010 یک تیم از باستانشناسان چینی یک زیارتگاه تزئین شده را در زیر معبد هزار ساله بودا یافتند. در صندوقی در اون با نوشته‌های حکاکی شده گفته شده که سخن سر بودا در یک صندوق طلایی کوچک دیگه در همین صندوق قرار داره. این تیم صندوق طلایی رو یافته و در میان محتویات اون به قسمتی از استخون انسان رسیده. بودا به عنوان انسان فرزانه شناخته میشه و بر اساس تعالیم اون بوداییسم بنا شد. اعتقاد اونها بر اینه که اون شاهزاده ای از هند بوده که در پی آگاهی و روشنگری زندگی خود در یک قصر مرفه و دنیای مادی رو رها کرد. پس از اون تعالیم اون گسترش یافته و تا دوردست ها رفت، به ویژه در میان شبه قاره هند و سپس در خاور دور. دست نوشته های روی زیارتگاه توضیح داده که پس از مرگ بودا جسد اون در هند سوزانده شد و پس از اون شاه حاکم بازمانده های اونو به هزاران تکه جداگانه تقسیم کرد.
19 تکه از اون به چین رفت. It is truly difficult to prove that the bone does belong to Buddha, but many Buddhists already revere it and make pilgrimages to the temple. Number 4. شماره 4. سال 1900 بود که تعدادی از غواصان یونانی در معرض یک طوفان قرار گرفتند. اونها در آنتیکاسیرا، یک جزیره کوچک در نزدیکی جزیره کریت، پناه گرفتند. پس از اینکه طوفان به پایان رسید، اونها فهمیدند که خیلی گرسنه‌اند. هنگامی که به دنبال خوراک دریایی بودند، در کمال شگفتی، اونها بخشی از یک کشتی حمله‌بار در 2000 سال پیش رو یافتند که تعدادی مجسمه برنزی حمل کرده. تعدادی از اون که سالم باقی مانده بود در موزه ملی آتن نگهداری میشه. اما پس از پژوهش‌های بعدی ثابت شد که این یکی از شگفت‌انگیزترین یافته‌های باستان شناسی تا کنونه. این یک دستگاه پیچیده قابل حمله مکانیکی بوده و احتمالاً شکل اولیه‌ای از چیزیه که ما به اون کامپیوتر میگیم. در مورد اون نظریه‌ای داده شده که حدود 100 سال قبل از میلاد ساخته شده و با اون به طور دقیق میتونستند موقعیت خورشید، ماه و سیارات شناخته شده رو در هر روز مورد نظر نسبت به هم پیشگویی کنند. این حتی تاریخ مشخصی رو برای برگزاری المپیک تعیین کرده. ما میدونیم که یونانیان باستان بسیار باهوش بودند، اما هر کسی که این دستگاه رو ساخته فراتر از نابغه بوده. Number 3. شماره 3. گوبلکی تپی. قدیمی ترین مجتمع معبد در جهان. در سال 1996 باستانشناسان به طور جدی شروع به حفاری برای گوبلکی تپی کردند. یک نقطه تاریخی در بالای رگه کوه در جنوب شرقی ترکیه. اونا موفق شدند چه بسا یکی از مهمترین اکتشافات باستانشناسی در عصر جدید رو انجام بدن. اونا یک مشتبع معبد 12000 ساله رو کشف کردند که در سطحی از پیشرفتگی و دگی ساخته شده که از دیگر تمدن‌های پارین سنگی در اون عصر بسیار فراتره. مکان اکنون به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مجتمع معابد در جهان شناخته میشه. حفاری‌های بعدی در سال 2015 به یک صورت نگاری باستانی از یک ستون هرمی شکل دست یافت که پژوهشگران میگن میتونه کهن‌ترین صورت نگاری باشه که تاکنون کشف شده. شماره 2. در سال 1912 یک کتاب فروش لهستانی به نام ویلفرد وونچ دست نوشته مرموزی رو از یک کتابخونه در روم خریداری میکنه که به زبانی ناشناخته نوشته شده بود. هیچ کس قادر به خوندن اون نبود. بر اساس تصاویری که به نظر میرسه این کتابو بر اساس موضوعات علمی تقسیم میکنه، از ستاره شناسی تا کیهان شناسی، زیست شناسی و دارو شناسی. اشکال و تصاویر داخل این کتاب به شیوه اروپایی به تصویر در اومدن، اما کلمات و حروف کاملا غیر قابل تشخیص هستند. برگ‌های با کیفیت اون گمان زده میشه که متعلق به اوائل قرن 15 هستند. این تقریبا همزمان هست با پیدایش رمزنگاری در اروپا. اگر چنین باشه، تصاویر عجیب و خطوط فشرده ممکنه نوعی از کدهای ترکیبی باشند. در طی سالیان بسیاری تلاش کردند که این نوشته ها رو رمزگشایی کنند. در سال 2014 یک پروفسور زبانشناس به نام استیون باکس اظهار داشت که اون 10 کلمه رو رمزگشایی کرده و همچنان در حال کار روی اونه تا تمامی این دست نوشته رو رمزگشایی کنه. And is currently working to decode the entire manuscript. And number 1. ساکسویمن قلعه ای است که در کنار شهر باستانی کوزوکو قرار داره، جایی که امروزی به اون پرو میگیم. این قلعه دارای سه دیوار موازی است که از سنگ‌های آهکی قولاسا ساخته شده و بزرگترین سنگ اون 140 تنه. همچنین اونها با اهرام در مصر، استونهنج و هر بنای باستانی دیگه‌ای که سنگ‌های از این دارند متفاوت هستند. این هنوز برای بسیاری ناشناخته مونده که چگونه اینکاهای باستان تونستن سنگ‌هایی به این سنگینی رو جابجا کنند و به این خوبی روی هم قرار بدن، به طوری که در بسیاری قسمت‌های اون حتی یک تکه کاغذ هم نمیشه از بین اونها عبور داد. امروزه تعدادی به نظریه عجیبی عقیده دارند که میگه این کار بیگانگانه. بسیاری حاضر به پذیرش این نیستند که اینکاهای باستان خودشون این دیوارهای بزرگ رو ساختن.